سلام، امیرحسین کیانپور هستم، نوازنده تخصصی ساز دودوک و نوازنده سازهای بادی بومی ملل و محقق موسیقی بومی ملل. دودوک و بالابان دو ساز متفاوت هستند. دودوک متعلق به کشور ارمنستان و در واقع بالابان متعلق به آذربایجان. سازی که در واقع دست من مشاهده میکنید در واقع ساز دودوک ارمنی هست. این ساز رو اگه بخوایم به ریشش برگردیم و ببینیم که در واقع از کجا اومده و در واقع چجوری این شکل رو گرفته، در واقع این ساز رو خب اختلاف نظر خیلی زیاده. یک سری میگن 1500 سال قدمت داره، یک سری 2500 سال، بعضی ها میگن تا 3000 سال قدمت داره. در واقع این ساز تاریخچهش برمیگرده به زمان پادشاه ارمنی تیگران در واقع بزرگ، که در واقع اولین شواهد تاریخی ما از این ساز که تو یونسکو ثبت شده در واقع تو اون تاریخه. خب از نظر ساخت فیزیکی خب دودوک در واقع جنس چوبش، در واقع جنس نی که قمیشش ساخته میشه، متفاوت از بالابان هست. فواصلی که در واقع این ساز کوک میشه، خب فواصل آذری ربع پرده داره روی این ساز و جنس صدایی که خب ما از این دو ساز میشنویم کاملا متفاوت هست. حالا بگذاریم از این که خب خیلی نوازنده ها الان امروز پاپ شدن و اینکه دارن این سازها رو با لهجه‌های مختلف مینوازن، مثلا نوازنده دودوکی که خب آذری مینوازه و لهجه سازش رو میبره اون سمت، یا نوازنده آذری که در واقع لهجه سازش رو ارمنی میکنه، یا سازهایی با الگوی غربی میسازن و در واقع ساز رو از اون بومی بودنش خارج میکنه. که ما می‌بینیم خب دودوک صدای خب نرم‌تر، لطیف‌تر و محسون‌تری داره و اینکه ما این ساز رو توی موسیقی متن فیلم‌های خیلی بزرگی شنیدیم، مثل گلادیاتور، مثل مصائب مسیح و حالا غیره. مردم گوششون با صدای دودوک آشناتر شده و در واقع این صدا رو بیشتر پسندیدن و امروزه خب توی ایران ما خیلی ها رو داریم که ساز دودوک رو بیشتر ترجیح میدن و خیلی ها رو داریم که ساز بالابان رو دوست دارن، ولی خب به دلیل همون مشکلاتی که گفتیم اشتباها فکر میکنن که دودوک و بالابان یکی هست. ما در واقع تو ارکستر ملی آذربایجان این ساز رو به عنوان سولویست داریم و فوق العاده ساز کلیدی هست توی در واقع ارکستر ملی آذربایجان. توی ایران هم خب استفاده میشه، ولی خب این نکته که شما گفتید به خاطر اینکه این ساز شناخته نشده و خیلی ها این ساز رو یه ساز مهجور و بومی میدونن و فکر میکنن خب این ساز توانایی نواختن با ارکستر رو نداره. و اگر هم دقت کرده باشید همونجوری که گفتید این ساز میاد خب یه قسمت یه سولوی خیلی کوتاه اجرا میکنه و ممکنه مقطعی باشه و بره. البته میگم تو آذربایجان اینجوری نیست و خب روی این ساز خیلی مایه میذارن، این ساز رو در واقع خیلی زیباتر نشون میدن، ولی دقیقا مشکلش همونه که میگم، فقط ندونستن در واقع توانایی این ساز توسط خب آهنگسازا و رهبرای ارکسترایی که ما داریم. خب جیوان گاسپاریان و علی خان صمدوف در واقع چهرهایی هستن که ما دودوک و بالابان رو با اونا میشناسیم، ولی در واقع من میتونم بگم این دو نوازنده خب خیلی پاپ شدن، یعنی از حالت سنتی این ساز خارج شدن. هر دو نوازنده‌های فوق العاده توانا، فوق العاده عالی، ولی خب کمی دارن از لهجه سنتی سازشون خارج میشن. خب استاد گاسپاریان سالهاست که به نوازندگی تو کارهای پاپ مشغوله، برای در واقع خواننده‌های غربی، یا نوازندگی برای موسیقی متن فیلم‌های هالیوودی. خب این کم کم اون لحن بومی رو میگیره از آدم. حالا کاری نداریم، خب آلبومایی که دارن خب بومی هست و فوق العاده هستن. یا علی خان صمدوف هم همینطور، الگوی بالابانشون در واقع الگوی در واقع غربی هست، استفاده کردن از قمیشایی که خب صدا رو نزدیک به بالا به دودوک میکنه برای راحتی خب کار خودشون و زیباتر کردن، خب لطیف کردن لحن صداشون. سازها رو پاپ کردن و ما میتونم بگم که این چهره ها رو ما نمیتونیم چهره اصلی این دوتا ساز در واقع بدونیم. مثلا برای دودوک من میتونم در واقع اساتیدی مثل گئورگ دباغیان رو در واقع معرفی کنم، واچه و اسپیان رو معرفی کنم که در واقع نوازنده های فوق العاده توانایی هستن و این ساز با لهجه بومی در واقع می نوازن. و برای بالابان هم خب نوازنده که ما واقعا نمیشناسیمش و فوق العاده است، شیرزاد فتحعلیوف.